سلام بچه ها، ما اومدیم اینجا یه آموزش دیگه ما ارائه بدیم و ما این آموزش رو اسمش رو میذاریم ساعت دیجیتال. و ما در این آموزش ما از شما خواست داریم که شما ویدیو ما رو لایک بکنید و سابسکرایب کنید و حتما برای دیگران شیر بکنید. و ما در ادامه ما نیو کمپوزیشن رو ما میزنیم و اسم این رو ما میذاریم element. و ما اینجا ویسیت رو ما بهش میدیم 19-20 هیت 10-80 و دورشنش رو ما بهش میدیم 1 دقیقه. خب و ما در ادامه اینجا یه نیو از بخش نیو ما سولید دو ما انتخاب میکنیم و اسم این سولید رو ما میذاریم element. و ما اینم ویسیت رو ما بهش میدیم 19-20 و هیت رو ما بهش میدیم 10-80 و اینم رنگ مشکی و اوکی فشار میدیم و الان یه سولید ایجاد شد به اسم element. و ما از بخش از منوی لیر، از منوی افکت و از شاخه ویدیو کوپایلت وارد افکت element میشیم و بر روی این اعمال میکنیم و ما وارد الستراتور میشیم و نیو فایل رو میزنیم و در اینجا هم 19-20 در 10-80 انتخاب میکنیم و create رو میزنیم و در اینجا ما یه رکتنگل ما میکشیم و از بخش و از تنظیمات ترانسفورم این گوشه هاشو ما میگیریم گرد میکنیم و ما یه خوره اینو میکشیم تا یک مقدار بهتر باشه و ما این استروک شما حذف میکنیم و در اینجا ما رنگ سفید رو ما براش در نظر میگیریم و اینو ما سیف میکنیم و در همین دیجیتال کلاک به اسم کاور ما میاییم اینو کاور ما میاییم اینو سیفش میکنیم و الان ما وارد برنامه After Effects از دور میشیم و از منوی پراجکت ما اون فایل ما ایمپورت میکنیم و اینجا همین فایل ما میبینیم ایمپورتش ما میکنیم و اوکی فشار میدیم و این فایل کاور رو ما وارد تایملاین میکنیم و اینجا همطور که میبینید اینجا یه چیزی ایجاد شده و ما این چیز رو میاریم اینجا میذاریم این انچر و ما این انچر پوینت رو ما میاریم وسط این میذاریم و ما اینو اسم شما تغییر میدیم و اسمش ما میذاریم به نام کاور اون اسم خودش و اینجا اسمش کاور شد و ما از منوی لیر اوتو تریس رو ما میزنیم و اینجا ما بلورش رو ما بهش میدیم 2 و اوکی ما فشار میدیم و الان آتو ترسش انجام شد. خب و ما وارد element میشیم و از custom layer
وارد کستوم تکست اند ماسک میشیم و اینجا ما اینجا کاور انتخاب میکنیم. الان کاور انتخاب کردیم و ما وارد و این سینه صدامون میزنیم و اینجا ما اکسترود رو فشار میدیم تا این مدل ما اینجا به وجود بیاد و ما اینجا اکسترود رو باز میکنیم و این بیول رو فشار میدیم و این مقدار این اکسترود رو شما بالا میبریم تا این چیز قابل قبولی و هم به وجود بیاد. الان فکر کنم خوب باشه و اینجا ما میایم پایین و در اینجا از دیفیوز کالر ما یه رنگ قابل قبولی و ما براش انتخاب میکنیم و رنگ این رنگ خوب باشه. الان این رنگ خوبه و ما در ادامه ما یه reflect DVD cover و ما اینو ما فشار میدیم تا یه رنگ reflect DVD هم برای ما به وجود بیاد و همونطور میبینید الان اینجا یه reflect یعنی انعکاس نور برای ما به وجود برای ما اینجا تداعی برای ما ایجاد شده و ما با این قسمت کاری الان نداریم و ما میایم اینجا وارد چیز میشیم و یک مقدار حالتهای اینو ما بهش چیز میکنیم. الان فکر کنم این خوب باشه. الان ما اینو کنترل زد میزنیم و این رنگ شما فکر کنم باید بذاریم خورده تیره تر خورده تیره تر ما بذاریم. الان فکر کنم خوب باشه و در از اینجا ما وارد تکسچر و از تکسچر میایم اینجا متریال انتخاب میکنیم. متریال متریالی هست اینه خوب بیم شاید خوب باشه. حالا ما اینو ما اوکی میزنیم و اوکی میزنیم و اینجا یه طرح قشنگ برای ما به وجود آورد. خوب و الان فکر کنم در این تا این قسمت ما خوب کار کردیم و ما الان ما اوکی فشار میدیم و این کاور رو ما این فایل الستریتور رو ما پاک میکنیم هایدش میکنیم. همونطور که میبینید اینجا یه برای ما چیز ایجاد شد. خب و از دوره ما وارد فایل الستریتور میشیم و ما اینو میگیریم یک مقدار ما اینو میگیریم کپی میکنیم و کنترل F ما میزنیم تا کپی بشه در فرونت یعنی در جلو و ما اینو یک مقدار اینو کوچکترش میکنیم. الان ما برای اینکه بفهمیم که این چیه ما این رنگش رو تغییر میدیم به قرمز تا نسبت به اون معلومه ما داریم چه کار میکنیم و اینو ما و
ما اینو میایم. الان فکر کنم که این یک مقدار اینجا آلت نگه میداریم و اینو کوچکترش میکنیم. همطور که میبینی الان فکر کنم یه طرح قشنگی به وجود اومد و ما اینو کات میکنیم و اینو در الستراتور یه سولی دیگه ایجاد میکنیم و اسم اینو ما میذاریم به نام فرونت پنل و اینجا ما اوکی ما فشار میدیم و ما روی این فرونت پنل ما اون فایل الستراتور رو ما میگیریم پیست میکنیم. همطور که میبینی اینجا این چیز پیست شد و ما میایم از دوری میریم به چیز به این سولید المنت و ما این دفعه در این قسمت ما میایم این فرونت پنل ما انتخاب میکنیم و از دوری وارد سینه ستا میشیم و از دوباره ما این استرودی نام ما میزنیم و یه استرود دیگه الان ایجاد شده. همطور میبینید این اینجا در وسط شما اینه ما اینو میاریم به جلو. الان که همطور میبینید اینجا یه چیز ایجاد شد و ما اینو یک مقدار اسکیل شما میارید پایین ده. یک مقدار ما اینو اسکیل شما میارید پایین در و ما اینو توی این قسمت الان فکر کنم این خوب کمه الان این خوبه و ما اینو میایم انتقالش یه خورده میدیم ما میدیم به داخل و این الان فکر کنم که یه خورده چیز ما اینو یه خورده ما میاریم پایین تر و الان فکر کنم که خوب باشه. اینو یک مقدار دیگه ما میاریم به الان فکر کنم خوبه. الان فکر کنم که خوب باشه و آره دیگه خوب و ما میایم اینو چیز میکنیم این اکسلوت مدل رو ما میایم باز میکنیم و وارد بیول میشیم و از بخش بیول ما این دیفیوز کالر رو از رنگ انتخاب میکنیم و این رنگ مشکی رو ما براش در نظر میگیریم خود مشکی روشن‌تر باشه و الان همینطور که میبینید اینجا ما یه چیز ایجاد کردیم. الان این بسیار طرح زیبایی شده. خب و ما میایم الان فکر کنم این خوب باشه و ما میایم رفلکتیویتیش هم براش در نظر ما میگیریم و این هم سفید رفلکتیویتیش هم سفید و یه رفلکتیویتی هم برای این به وجود اومده. همونجور که میبینی طرح قشنگه و ما در ادامه ما در ادامه اینو ما میبندیم و برای اینکه برای این ما یه چیز به وجود بیاریم یه پایه باید براش یه پایه بذاریم. این کریئیت ما فشار میدیم و از اینجا ما این چیز رو ما میزنیم تا سیلندر را مدل ما اینجا به وجود بیاد
و ما اینجا اینو ما میگیریم میگیریم پایین و ما اینجاره و اینو ما چیکار میکنیم؟ اسکیل شما فشار کم اسکیل شما اینو میکنیم اینو ما اسکیل شما قسمت بکنم که اینجا خوبه آره و ما اینجا اینو ما میگیریم یک نجا میکنیم توی و اینجا الان خوبه و ما میگیریم اینو میگیریم دوپلیکیت میکنیم و این مدل دوپلیکیت شده رو ما میگیریم از این قسمت میگیریم و در موازات با این قرار و ما در ادامه ما میگیریم یک از داره از این کنترول این ما میزنیم که این کنترول یک دوپلیکیت میگیریم و اینو ما و اینو ما میگیریم انتقالش میگیریم به انتقالش پایان در موازه دن در موازه دن که اصلا و یه دوپلیکیت دیگه میگیریم و اینو ما میایم انتقالش میدیم به اینجا. الان فکر کنم که خوب باشه این باید بیاد این برتر. الان این خوبه من فکر کنم که خوبه و ما این پایه ها رو ما یکی از این پایه ها رو ما باز میکنیم و وارد دیفالت کلیک میکنیم و این یکی از اینا رو ما رنگش رو مشکی میکنیم تا رنگ همه به مشکی تغییر پیدا بکنه و الان همچه که میبینید این یه مدل خوبی برای ما ایجاد شده. خب ما این اوکی رو ما میزنیم همچون که میبینید یه چیز قشنگی برای ما به وجود اومده و ما این فرانت پنل رو ما خاموش کنیم و الان فکر کنم که این یک مقدار پایینه و از دوباره ما میریم وارد سین ستاپ میشیم و ما باید این چیز رو فکر کنم که باید اینو ما یک مقدار ما میاریم بالاتر آره اینو ما میاریم بالاتر و ما اوکی فشار میدیم. الان این اومد بالا و کاملا چیز نیست الان فکر کنم که درست شد. خوب و ما در ادامه ما میایم یه از نیو ما یه کامرا ایجاد میکنیم و کامرا رو ما کلیک میکنیم و ما در ادامه ما میایم یه نال آبجکت ما میسازیم و این نال آبجکت رو ما میایم 3D میکنیم. میتونیم توسط نال آبجکت این کامرا رو ما کنترل بکنیم
الان ما اگر ما اینو بچرخونیم و ما این در ادامه کامرا رو ما وصل میکنیم به نال آبجکت و ما کامرا رو وصل میکنیم به نال آبجکت و وارد ترانسفورم نال آبجکت میکنیم و از اکسیز وای اینو ما میچرخونیم و ببینیم که الان ما هم که میبینیم این تو این وضعیت قرار گرفت و الان ما اگه اینو بچرخونیم تو این وضعیت آره و الان ما اینو میذاریم به صفر. خب الان ما اینو ایجاد کردیم، الان ما یه مدل ایجاد کردیم و اینو ما میبندیم و ما یه وارد پنل پروژکت میشیم و یه نیو کمپوزیشن جدید ایجاد میکنیم و این دفعه ما این کمپوزیشن ما ویت شما ما میدیم 380 در 497 در 498 و این دفعه دیگه یک دقیقه ما نمیذاریم و بنویسی صفر چه میدونیم و این رو ما میذاریم از ثانیه هم کمتر، یعنی که 0.1 ثانیه، یعنی میذاریم 0.1 ثانیه و ما اوکی ما فشار ما میدیم و تا این چیز ایجاد بشه و اسم این ما اینو ما میذاریم دیجیتال و اینجا یه چیز ایجاد شد. خب الان اینجا یه چیز ایجاد شده و ما یه کمپوزیشن بنزه 0.1 ثانیه بر ما ایجاد شد و ما از دوره ما وارد الیستریتور میشیم، این فایل قبلی رو ما میبندیم و ما در اینجا از دوره نیو فایل ایجاد میکنیم و اینجا ما این چیز شما از قبل ما این رو هم چیز کردیم 380 در 498 و اینجا یه آرتبورد برای ما ایجاد شد و ما در اینجا ما تکست رو ما انتخاب میکنیم و اینجا ما عدد صفر رو ما براش در نظر میگیریم و صفر رو ما مارکش میکنیم و ما میگیم اینجا دنبال فونت دیجیتال میگردیم، همین هفت رو بزنیم وارد فونت دیجیتال. البته دیجیتال 7 ایتالیک ما اینو میزنیم و الان این که مارک شده ما اینو اندازه شما تغییر میدیم به 400 کمتره و ما 600 بزنیم خوب باشه، میکنم 600 رو ما بزنیم 600 رو میشه زیاده از کادر رفت بیرون 500 بکنم خوب باشه. خب الان این یه چیز به وجود من اینو ما اینجا میذاریم و ما اینو میایم از منوی تایپ ما اینو چیز میکنیم و ما اینو از این و ما اینو کرییت اوتلاین میکنیم
کریت آوتلاین میکنیم و اینو ما سیوش میکنیم در اینجا و ما اینجا بیایم در اینجا ما میذاریم دیجیتال فونت و این ما سیوش میکنیم. خوب و از دوره میگیم به فایل الیستریتور از دوره برمیگیم به الیستریتور و از این پروژیکت ما این ایمپورت رو میزنیم و وارد فایل میشیم و اینجا فونت دیجیتال فونت رو ما وارد میکنیم و ما این دیجیتال فونت رو میاریم توی تایملاین و الان چون که این سفید مشکی بود الان دیده نمیشه، برای اینکه ما بتونیم اینو چیز بکنیم از منوی افکت و از بخش جنریت ما فیلو انتخاب میکنیم و الان این رنگش تغییر کرد به چیز و حالا ما این رنگش رو داری میدیم به مشکی داری میدیم. خب الان اینجا یه چیز ایجاد شد و اینجا ما میگیریم الان اینجا یه فونت به وجود اومد و ما این فونت رو ما میگیریم از اینجا بخش لیر ما میگیریم اینو و ما اینو از بخش کرییت میام کرییت شیپ فرام وکتور لیر رو ما انتخاب میکنیم و الان یه فایل جدید لایه جدید به وجود اومد و اون لایه قبلی الان هاید شد و ما این چیز رو ما میگیریم و این لایه جدید رو ما میذاریم در اولین فریم، یعنی ما این سایز این لایه رو ما میاریم، طول این لایه رو ما انتقال میدیم به یک فریم و حالا ما از این لایه ما 9 تا دوپلیکیت میگیریم 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. خب الان یه دونه چیز کردیم بیشتر، الان برای ما 10 تا لایه به وجود آورد و ما این لایه ها رو انتخاب میکنیم و ما این لایه ها رو انتخاب میکنیم و از اینجا ما کی فریم اسیستنت سیکونس لایر اینو ما فشار میدیم، اوکی فشار میدیم، این به این حالت به وجود اومد. خوب و ما در ادامه ما الان ما توی فریم اول هستیم، در فریم اول رو نیم و ما اینو ما کانتنت رو باز ما میکنیم و الان برای این ما میایم این چیزشو ما الان اینجا چیز داریم، پس های مختلف داریم، پس یک، پس دو، پس سه، پس چهار، پس پنج و این در این قسمت ما پس سه رو ما میگیریم، هست
حذف میکنیم تا اینکه برای ما یه عدد صفر ایجاد بشه. و الان ما میریم به فریم دوم و فریم دوم رو ما باید بگیریم از دوری میریم به پس ها و اول ما پس سه رو و پس چهار، پنج، شیش و هفت رو ما حذف میکنیم و ما از دوباره اینو میبندیم و میریم به فریم سوم. و در این فریم سوم ما اما از دوباره این فریم رو باز میکنیم و در اینجا ما باید عدد دو رو به وجود بیاریم و برای دو پس دو و پس چهار رو ما میگیریم. ببخشید و ما و ما پس پنج رو ما میگیریم حذف میکنیم و الان برای ما عدد دو به وجود اومد و ما وارد فریم سوم میشیم تا اینکه ما عدد سه رو به وجود بیاریم و ما در عدد سه ما اینجا میایم از دوره کانتنت گروپ و پنج و شیش رو ما میگیریم حذف میکنیم. الان عدد سه به وجود اومد و از دور ما یه فریم دیگه میایم جلوتر و این فریم هم این لایه هم انتخاب میکنیم و در اینجا ما باید عدد چهار به وجود بیاریم. برای به وجود آوردن عدد چهار ما چهار رو حذف میکنیم و ما شیش رو حذف میکنیم و ما هفتم هفت حذف میکنیم. الان چهار به وجود اومد و الان ما وارد فریم بعدی میشیم و در فریم بعدی ما باید پنج رو به وجود بیاریم و ما در اینجا ما وارد گروه میشیم و اینجا ما یک رو حذف میکنیم و شیش هم حذف میکنیم و اینجا عدد پنج به وجود اومد. خب این هم ما چیز میکنیم، این لایه رو ما میبندیم و ما میریم به چیز به لایه بعدی رو انتخاب میکنیم و در اینجا ما از دوره این کانتنت رو باز میکنیم و این گروپ هم باز میکنیم و الان عدد 6 و عدد 6 رو ما فقط باید پس 1 رو بگیریم حذف بکنیم. الان 6 به وجود اومد، گروپ رو میبندیم، کانتنت رو میبندیم، چیز ما میبندیم. الان ما میریم به فریم بعدی و این لایه رو انتخاب میکنیم و در اینجا ما باید عدد هفت و در عدد هفت ما میایم سه، پنج و شیش و هفت رو انتخاب حذف میکنیم. الان عدد هفت اینجا به وجود اومد. این گروپ رو ما میبندیم و کانتنت رو ما میبندیم، این هم لحظه ما میبندیم و وارده و ما عدد هشت رو ما انتخاب میکنیم. عدد هشت که هشته، احتیاج به تغییر نداره و وارده لایه آخر میشیم که همون نوه. گروپ رو ما باز میکنیم و در این
لایه ما پس شیش رو ما حذف میکنیم و اینجا ما گروه رو ما میبندیم و اینجا ما قشنگ چیز داریم کارمون رو ببینیم. برای اینکه ببینیم کارمون رو قشنگ انجام دادیم ما یه مرور میکنیم. این 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. آره خب الان ما کار ما با این چیز تموم شد، با این کمپوزیشن تموم شد. از دوره ما وارد چیز میشیم، وارد پنل پروژه میشیم و یه چیز دیگه و یه کمپوزیشن دیگه ما به وجود میاریم و اسم ما اینا رو میذاریم دیجیتال کلاک. و الان ما اینو ما میذاریم و ما اینو میذاریم 1920 × 1080. خب و این چیز شما تغییر میدیم، این سایز انتوریشنش رو مدت این چیز ما تغییر میدیم به 1 دقیقه. اینو 1 و اوکی ما فشار میدیم تا یه چیز دیگه به وجود بیاد و الان برای ما یه کمپوزیشن جدیدی به وجود اومد و الان ما این کمپوزیشن دیجیتال رو ما وارد این میکنیم و الان اینجا یه صرف داریم و ما توسط پوزیشن ما اینو انتقالش میدیم به این ور و در ادامه ما برای این ما یه چیز تعریف میکنیم. در ادامه ما میایم از این منوی لیر و تایم و انیمل تایم ریمپینگ ما اینه انتخاب میکنیم. الان یه چیز ایجاد شده برای ما و این ما یک مقدار استایلش رو بالا میبریم. خب و در این چیز ما یه نال آبجکت ما میسازیم و اسم این نال آبجکت ما تغییر میدیم به time control تغییر میدیم و ما الان اینجا ما یه اکسپرژن اینو ما فعال میکنیم و اکسپرژن این فعال شد و اینجا ما الان چیز داریم و وارد تایم کنترل میشیم و بر روی این افکت از بخش اکسپرژن کنترل ما اینجا اسلایدر کنترل بر روی این ما چیز میکنیم و ما اینجا و ما در ادامه ما این از پیک فیپ ما اینو انتقالش میدیم به اسلایدر. حالا اینجا برای ما یه
چیز ایجاد شد، یه اکسپرژیون بر ما ایجاد شد و ما در ادامه میبایست اینجا ما بنویسیم، چیز بنویسیم و ما در ادامه میبایست که این اکسپرژیون رو ما تغییر بدیم و اینجا میبینیم ضبطر دیسکام و در ادامه نقطه میذاریم و اینجا ما میذاریم فریم دوریشن و اینجا برای ما یه فریم دوریشن به وجود آورد و ما در ادامه ما قبل از این دیسکوم ما می‌نویسیم درصد ده. الان برای ما یه اکسپرژیون الان این اکسپرژیون انجام شد و ما این مدت این افزایش می‌دهیم و ما از اینجا این لایه دیجیتال ما لایه دیجیتال ما تغییر نام میدیم و اسم این ما میذاریم مینت. این شد مینت و ما اینجا از این ما دوپلیکیت میگیریم و ما این چیز رو میبایست که تغییر بدیم و ما اینجا این اکسپرژن ما تغییر میدیم درصد 6 درصد 6 و قبل از این میذاریم تقسیم بر 10 تقسیم بر 10 و الان کار ما با این انجام شد و اینو ما میان توسط این انتقال شدیم. الان ما اگر بنویسیم 10 میاد 10. خب الان میاد 10 و الان اگر ما چیزهای دیگر هم بروش بید این برای لایه های دیگر ما باید این اکسپرژن رو تغییر بدیم. خب و ما در ادامه ما میایم یه سولید ایجاد میکنیم و اسمشو ما میذاریم داتس، یعنی همون نقطه. اوکی و این چیزو ما تغییرش میدیم و این رنگشو ما سوری سیتنگ و اینو ما تغییرش میدیم به سفید و ما اینجا الان توسط ابزار رکتنگل ما یه حالت نقطه به وجود میاریم و در این سولید یه دونه ماسک ایجاد شده و این ماسک رو ما میگیریم دوپلیکیت میکنیم گیت میکنیم و کنترل توسط کنترل
3D ما دوپلیکیت میکنیم و این ماسک دو رو ما میاریم پایین تر و هر دو رو ما انتخاب میکنیم و توسط مکان نما توسط این کیبورد ما این انتقالش میدیم به اینجا. انا فکر کنم که اینجا خوبه. خب الان این ثانیه ما و ما در ادامه ما تیر ما میزنیم تا اوپسیتی فعال بشه و اینجا ما آلت نگه میداریم با کلیک کردم بر روی استاپواچ و اینجا یه چیز ایجاد شد و اینجا ما میبینیم بیلینگ ریت برابر با 5 و زمین کنیم و ما میاد پایین میویسیم M برابر با مس دات سین ساین و و پرانتز رو باز میکنیم. اینجا ما مستات سین هست تایم زفتره بیلینگ ریت و در آخرش ما یه زمیکلون میذاریم و ما میایم پایین و اینجا میمیسیم که if n کوچکتر از وگرنه این باشه 100. خب الان اینجا این داره چشمک میزنه. الان ما برای اکسپرژیون تعریف کردیم که این هر 5 فریم به 5 فریم یه چیز بزنه، چشمک بزنه. خب حالا ما اینو چیز میکنیم و ما در ادامه ما میایم اینجا یه ازاری دوپلیکیت میگیریم و این دوپلیکیت رو ما تغییر نام میدیم به Our و Our ما باز میکنیم و اینجا ما میبایست که این چیز رو ما تغییرش بدیم. و اینجا ما این چیزو این شیشو ما میکنیم 10 و
در رو میکنیم به 60، یعنی که تقسیم بده 60 بشه. اینجا ما تقسیم داریم و این توسط این پوزیشن X ما اینو تغییر تغییر مکان رو بده اینجا. خب و الان میبایست فکر کنم که الان ما از دوره ما یه چیز داریم، از دوره ما اینو تغییر میدیم. اگر ما اینو بذاریم روی 60 این میشه 1 ساعت، الان شده 1 ساعت. ولی الان ما باید اینو رو اکو کنیم آماده بکنیم برای مثلا 2 ساعت، مثلا برای 24 ساعت. خب الان ما باید از طوری دوپلیکیت بگیریم و این دوپلیکیت رو الان ما اگر مثلا ما اینو بذاریم 120 بزنیم روی 120 این میاد 2. خب این میاد 2. الان ما اینو عوض 2 رو از دور ما پیر فجا میدیم و توسط محور الان ما میبایست که دور ما از دور اکسپلیشن شما تغییر بدیم. چرا میکنیم؟ و ما اینجا میایم این 600 رو و ما این 60 رو میکنیم به 600، به 600 تغییر میدیم و الان این درست شده. خب اگر ما الان اگر ما اینو بذاریم روی 600 میاد روی 10. و اگر ما اینو بذاریم روی 1440 این میاد روی 24 میمونه. ولی 24 باید 0 باشه. خب الان برای اینکه ما اینو تغییرش بدیم ما میایم قبل از این تقسیم برای 600 ما میذاریم درصد 1440. خب و اینو ما که کنترل میگیریم تا کپی بشه و الان این شد صفر. و الان باید ما اینو برای اون یکی هم ما انجام بدیم و قبل از این 60 ما میذاریم اینجا ما اونو پیست میکنم 1440. خب الان این چیز شد، الان 12 شده، ساعت 12 نیمه شب شده چیز شده 3. و از دوباره ما اینو
وارد اینجا میشیم و میزنیم پیست و این 1440 اینجا هم برای ما پیست شد و ما در ادامه برای یکی هم ما برای اولین این آخری همون که اولی ما ایجاد کرده بودیم نامیم پیست. خب الان ما یه ساعت دیجیتال داریم و الان ما در این تایملاین مراجعه میکنیم به اینجا و اینجا ما یه فریم ریت ایجاد میکنیم و برمیگردیم به فریم ریت اولی و اینجا رو ما میزنیم و اینجا رو ما یو رو فشار میدیم و در اینجا ما یه فریم ریت دیگه ایجاد میکنیم و اینجا رو ما میزنیم صفر صفر. و الان ما اگر چیز بشه این دقیقا داره تایم رو داره میندازه. الان یعنی که ساعت دیجیتال ما درست شد. خب الان این ساعت دیجیتال ما درست شد و الان میبایست که ما یک مقدار اینو این داتسوی بار ما الان این درست شد و اینجا ما میایم یه تکس به وجود میاریم و اینجا ما میزیم اسنوز اسنوز و توسط در حصول پی این رو میاریم به اینجا ما میذاریم و برای اینم ما همون اکسپریشن رو وارد میکنیم. چگونه؟ ما این چیلی فشار میدیم تا اوپو تا اوپو اوپاسیتیش فعال بشه اکسپریشن رو تا و اکسپریشن رو در این پروپرتی ما فعال بکنیم و اینجا ما می‌بینیم چو در این اوپاسیتی ما یه چیز وجود میاریم و اینجا ما می‌بینیم بلینک ریت
اگر این کوچیک‌تر از صفر باشه اپاسیتی صفر باشه، وگرنه صفر باشه. الان فکر کنم که الان این اصلوز ما هم چیز میکنه، داره چشمک میزنه و در ادامه ما ادجستمنت لیر ایجاد میکنیم و بر روی این ادجستمنت لیر ما از منوی افکت و از منوی جنریت ما میایم فیل رو انتخاب میکنیم و الان این چیز ما الان قرمز شد و الان یه مدل ساعت دیجیتال برای ما به وجود اومد. خب ما الان این ساعت رو الان گذاشتیم در، الان ما این روتیشن بایو ما گذاشتیم روی باید بزنیم روی منهای سی، بعد بزنیم روی منهای سی که اینجا یه منهای سی و الان ما این چیزمونو دیجیتال کلاکمونو ما پی میزنیم و توسط محور ایکس اینو انتقالش میدیم به اینجا، انتقالش میدیم به اینجا و الان یه ساعت دیجیتال داریم ما. فکر کنم که این قشنگ شده باشه و در آخرش امیدوارم که شما از این کار ما راضی باشید. این ویدیو رو شما لایک بکنید، سابسکرایب کنید و برای دیگران شما بفرستید.